امروز میخوایم مجدداً تعدادی سوال رو بررسی کنیم از کتاب سوالات نهایی شیمی دوازدهم. سوالات رو توی گروه براتون بارگذاری کردیم. سوالی که میخوایم بررسی کنیم صفحه 8، سوال میگه که درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شکل درست آن را در پاسخنامه بنویسه. قسمت الف میگه که هرچه ثابت یونش یک باز کوچکتر باشد، رسانایی الکتریکی محلول به آن در شرایط یکسان بیشتر خواهد بود. خب ثابت یونش نشون دهنده میزان یونشه. اگر میزان یونش کوچک باشه، باز اون کم یونیده میشه. اگر کم یونیده میشه، پس عده یونهای موجود در محلول کمه. اگر عده یونهای موجود در محلول کمه، پس رسانایی الکتریکی زیاد نیست. رسانایی الکتریکی به عده یونهای موجود در محلول بستگی داره. هرچه عده یونها در محلول بیشتر باشه، رسانایی الکتریکی هم بیشتر خواهد بود. پس این جمله جمله درستی نیست. درستش اینه که هرچه ثابت یونش یک باز بزرگتر باشد، رسانایی الکتریکی محلول آن در شرایط یکسان بیشتر خواهد بود. سوال دومی که بررسی میکنیم میگه که غلظت یون هیدرونیوم در خون انسان تقریبا برابر با 4×10^-8 مول بر لیتر. پس غلظت یون هیدرونیوم رو به ما داده 4×10^-8 مول بر لیتر. حالا اومده میگه که غلظت یون هیدروکسید رو در خون انسان محاسبه کنید. لازمه اینه که حل مسئله اینه که ما روابطی که بین آش مثبت و آش منفی pH و بهتر بگیم ثابت یونش آب داشته باشیم. ما در مورد آب گفتیم که کای دبلیو ثابت یونش آب برابر با غلظت آش مثبت در غلظت آش منفی، که در دمای 25 درجه یا در دمای اتاق حاصل این ضرب میشه 10^-14. اگر ما یکی از اینها رو داشته باشیم، دیگری رو میتونیم به کمک این رابطه محاسبه کنیم. هاش مثبت رو داریم، پس میتونم غلظت او هاش منفی رو محاسبه کنم. غلظت او هاش منفی برابر است با کای دبلیو به غلظت هاش مثبت. پس 1×10^-14 تقسیم بر 4×10^-8. 1×4 می شود 25 ضرب بده میره بالا میشه مثبت. 8×14 تا کم کنیم میشه 10^-6. پس 2.5×10^-7 این میشه غلظت اوهاش منفی در خون انسان. قسمت بعد این سوال میگه که پی اچ خون انسان رو محاسبه کنید. پی اچ برابر بود با منفی لوگاریتم غلظت هاش مثبت. هاش مثبت رو داریم، پس میشه منفی لوگاریتم 4×10^-8. منفی بذاریم بیرون. خب 4 رو می‌نویسیم 2×2 میشه 2×2 به علاوه لوگاریتم 10^-8. منفی لوگاریتم 2 3/10 میشه 6/10. لوگاریتم 10^-8 هم که منفی 8، و 6^-8 میشه 7/4. کجا شد؟
چه پای انسان رو محاسبه کنیم؟ کجاش اشتباه شد؟ قرزت یون ایرونیوم 4 در 10 = -8 ما نوشیم 4 در 10 = -8 دو تا لگاریتم نه درسته دیگه پیچ خون هفت و چار بینه در واقع 7 و 4 تا 7 و 5 یعنی دلیه 7 و 4 در واقع. خب اینم از سال 45 صفحه 8. سال دیگری داریم که باز هم مربوط به یونش و یا یونیدن اثر یونش یا یونیدن اسیده. اینو میگیم آها من مهم نیست. خب میریم سراغ سوال بعدی. خب نموداری داریم، نمودار رو بس میکنم. اینجا یه ستون اینجا داریم، محور عمودی غلظت مولی هست، اینجا نوشته شده هاش اف و اینجا نوشته شده نیم. قبل از یونیده شدن و حالا بعد از یونیده شدن رو هم برای ما گذاشته. اینجا داریم پاش مثبت، اف منفی و پاش اف بعد از یونیده شدن. خب نوشته که دانش آموزی به کمک نمودارهای ستونی همچون مشاهده میشه فرایند یونیده شدن هیدروفلوریک اسید در آب را در دمای معین به صورت زیر نشان داده ثابت یونش این اسید را به دست آورید. خب قبلا یاد گرفتیم هاش اف جزو اسیدهای ضعیف هست. در اسیدهای ضعیف یک رابطه تعادلی وجود داره بین قسمت یونیده نشده و بخشهای یونیده شده. در واقع اگر بنویسیمش هاش اف محلول در تعادل است با هاش مثبت اکیو به علاوه اف منفی اکیو. ما یه مقدار اولیه داریم، یه غلظت اولیه داریم قبل یونش. قبل یونش همه هاش اف مقدار اولیش وجود داره، اما هاش مثبت و اف منفی ما در این محلول نداریم. بعد یونش امعا شروع میکنه به یونیده شدن و در تعادل هاش مثبت و اف منفی خواهیم داشت. اما غلظت تعادلی هاش اف چی میشه؟ قبل یونش یعنی غلظت اولیه، بعد یونش یعنی غلظت تعادلی. میشه غلظت اولیه منهای غلظت هاش مثبت، اون مقداری که هاش اف ازش کسر شده در اثر یونیده شدن کسر شده. هاش مثبت هم که هاش مثبت، اف منفی هم که اف منفی، ولی میتونیم بنویسیم هاش مثبت و اف منفی با هم برابرن. خب همونجوری که مشاهده میشه در شکل
اعدادی به ما داده شده. اش مثبت رو اینجا به ما دادن 12 صد. وزت مولی هست همشون، پس وزت مولاد یا وزت مولی رو داریم. با توجه به شکلها و با توجه به این توضیحاتی که اینجا دادم، به راحتی میشه وزت های تعادلی رو حساب کرد. هاش اف وزت اولیش میشه نیم مولاد. غلظت هاش مثبت رو در لحظه تعادل داده 12 صدم، روی شکل برای ما نوشته 12 صدم. خب اگر هاش مثبت 12 صدمه، ضریب استوکیومتری هاش مثبت و اف منفی با هم یکیه. پس مقدار هاش مثبت و مقدار اف منفی تولید شده با هم برابره که ما اینجا تأکید کردیم. پس اینم میشه 12 صدم. اما غلظت تعادلی اسید در لحظه تعادل، غلظت اولیه منهای اون مقداری که یونیده شده، که مقدار یونیده شده با هاش مثبت چی بود؟ برابر بود. خب غلظت اولیه رو داریم نیم یا همون 50 صدم. پس نیم یا 50 صدم منهای 12 صدم، اون مقداری که ازش کسر شده که در واقع باقی میمونه 38 صدم مولار. پس غلظت تعادلی رو هم داریم برای اسید، غلظت تعادلی برای هاش مثبت و هاش منفی رو هم داریم. فقط کافی بیاییم ثابت یانش اسید رو بنویسیم و محاسبه کنیم. خب عبارت ثابت تعادل میشد حاصل ضرب غلظت مواد فراورده هر یک به توان ضریب استوئیکیومتری تقسیم بر حاصل ضرب غلظت مواد واکنش دهنده هر یک به توان ضریب استوئیکیومتری، که ما یک واکنش دهنده بیشتر نداریم. پس میشه خود هاش اف. حتما باید در این تعادل و در این فرمول غلظت هایی که گذاشته میشه غلظت های تعادلی باشن، غیر از غلظت تعادلی غلظت دیگه ای نباید ما بگذاریم. پس کای اسید برابر میشه با هاش مثبت رو داریم 12 صدم، اف منفی رو هم داریم 12 صدم، و این هم شد 38 صدم. پس 12 ضرب 12 ضرب 2 به روی 38. خب این به چهار نه دیگه دو تا هشتاد این بلوم بزاریم زدم، فقط دو تا هشتاد اینجا باقی میبونیم. خب 38 اگر به 4 ساده کنیم کنم، پس میشه 3 × 12 = 36 تقسیم بر 10 3 و 6 در 10 به توان منفی 2. با تقریب این حدودا در میاد که حالا اگه ماشه حساب داشته باشیم تو امتحان نهایی خوب مجازی ماشه حساب ببریم، پس به راحتی قابل محاسبه خواهد بود. پس دقت میکنیم به نمودارها قبل یونش بعد یونش غلظت های تعادلی و میذاریم تو رابطه و غلظت های تعادلی رو به دست میاریم. خب بریم سراغ سوال دیگری. خب حالا
47 همون صفحه 8 میگه برای هر یک از عبارت های زیر دلیل بنویسید. سوال الف میگه که محلول آبی کلسیم اکسید. خب کلسیم اکسید میشه اکسید یک فلز. ما یاد گرفتیم که اکسید فلزات در آب یه عدهشون یا قالبشون میتونن با آب وارد واکنش بشن و تولید یک باز کنن. و همین دلیل ما به اکسید فلزات میگیم اکسیدهای بازی. به اکسیدهای نافلزی میگیم اکسیدهای اسیدی. اینها میگیم اکسیدهای بازی. کلسیم اکسید CaO وقتی با آب وارد واکنش میشه به ما میده CaOH دو مرتبه کلسیم هیدروکسید یا آباهک. کلسیم هیدروکسید یا آباهک یک بازه، پس در اثر شدت زنا اسمش پس در اثر انحلال پس در اثر انحلال میتونه اوهاش منفی تولید کنه. اگر اوهاش منفی تولید میکنه در واقع میشه سی آی دو مثبت اکیو برابر دو تا اوهاش منفی اکیو. پس به دلیل تولید اوهاش منفی محیط بازی میشه، پی اچ بالاتر از 7 و کاغذ پی اچ در محیط بازی به رنگ آبی هست. پس علت آبی شدن کاغذ پی اچ به واسطه اوهاش منفی که تولید شده. آمونیوم؟ نه نه تو خود آمونیوم آمونیاک با آب واکنش میده به ما میده انهاشا اوهاش. خود آمونیوم خود آمونیوم NH4 CL در واقع این یه نمکه که این نمک نتیجه خنثی شدنه NH3 و چی؟ HCl. حالا بخوام یونهاشو بگم یونهاش میشه NH4 مثبت و CL منفی. همیشه یه نمک نتیجه خنثی شدن یک اسید باز NH4 مثبت و HCl NH3 و HCl با هم واکنش دادن اینها رو به وجود آورد. HCl یک اسید قویه. اگه HCl اسید قویه این هم تو کتاباتون کمتر وجود داره. HCl اسید قویه Cl منفی رو بهش میگن باز مزدوج ضعیف. اگر ضعیفه HCl منفی با آب وارد واکنش نمیشه، HCl و OH منفی به وجود نمیاد. یعنی Cl منفی در آب فقط به صورت یونیده وجود داره. اما اینجا NH3 باز ضعیفه، اما NH4 مثبت میشه اسید مزدوج قوی. اگر NH4 مثبت اسید مزدوج قویه پس NH4 مثبت میتونه با آب وارد واکنش بشه. اگه وارد واکنش بشه میشه NH3 علاوه HCl مثبت. به دلیل تولید ایون هیدرونیوم میتونه کاغذ رو تغییر بده. اما اینها الان از کتابا حذف شده و یعنی یک بحث بسیار خوب و شیرین بود. خب به سراغ ادامه سوال میگه که برای افزایش قدرت پاک‌کنندگی مواد شوینده به آن نمک‌های فسفات می‌افزایند. فسفات PO4 سمنفی. بگیم آب اگر سخته حاوی Ci دو مثبت و Mg دو مثبت. در واقع این یون‌ها در آب سخت وجود دارند. این یون‌ها باعث میشن
پاکننده های صابونی به خوبی قدرت پاکنندگی نداشته باشن، باعث رسوب پاکننده های صابونی میشن. میان فسفات میزنن، فسفات با این یون ها وارد واکنش میشه و اینها رو به صورت رسوب تهنشین میکنن. Mg 3 PO4 2. پس اینها به صورت رسوب تهنشین میشن، در واقع دیگه مزاحمتی برای صابون ایجاد نمیکنن. پس علت در واقع اینه که یون‌های کلسیم مثبت و امجی مثبتی که باعث رسوب صابون می‌شدن رو اینها از آب جدا می‌کنن. آب سختش رو دست می‌ده و تراکم می‌گیم آب نرم میشه یا آب ملایم میشه و به این ترتیب صابون قدرت پاکنندگیش رو همچنان حفظ می‌کنه. سوال دیگه رو بررسی میکنیم. معادلات بسیار مهمن. شاید از شما بپرسن که به چه ترکیبی تبدیل میشن. ما میگیم به ترکیباتی تبدیل میشن که این ترکیبات در واقع رسوبن و قدرت پاکنندگی رو افزایش دادن، چون مزاحمت این یونها از بین رفته. خب سوال دیگه که بررسی میکنیم، میگه که اگر در محلول 3 مولار فرمیک اسید، فرمیک اسید H2CO، این ساده ترین اسیده. ما گفتیم که ساده ترین اسید 1 کربن است. اسیدها رو با فرمول RCOOH نشون میدن. R زنجیره کربونیه و در ساده ترین حالت آر میتواند هاش باشد. یعنی در اسید یک کربونه ما دیگه به جای آر کربون نداره یا زنجیره کربونی نداره، همون چی وجود داره؟ هاش وجود داره. اگر یه خورده توضیحات اضافه را از این سوال بدم، اگر ما بگن عدد افزایش کربن رو در اینجا پیدا کن، خب ساختار لوئیسش رو داریم، این ساختار لوئیسش، بین کربن و او الکترون ها به او میرسه و اتمی که نافلستره، بین کربن و او به او میرسه، اما بین کربن و هاش الکترون ها به کربن میرسه. پس عدد افزایش کربن میشه الکترون های بالانس 4، منهای الکترون هایی که بهش رسیده 2، پس میشه مثبت 2. یعنی در فرمیک اسید عدد افزایش کربن برابر است با مثبت 2. اما بریم سراغ سوال دیگری. بله خب، اما اصل سوال بررسی نکردم، توضیحات اضافه تری راجبش دادم. میگه اگه در محلول 3 مولار فرمیک اسید غلظت یون هیدرونیوم برابر 6.1 به توان منفی 3 مول بر لیتر باشه، پس معادله یونش این رو هم بنویسم. پس هاش COOH در تعادل با هاش COOH منفی به علاوه هاش مثبت. دقت کنیم یه بار دیگه ساختارشو. ساختارش به این صورته. این هاش عامل اسیدیه، این هاش عامل اسیدی نیست. کلن COOH گروه عاملی کربوکسیل نشان دهنده اسید بودن اینه، اما هاشای متصل به او قدرت اسیدی دارن، یا هاشای متصل به او به صورت هاش مثبت جدا میشن.
اینجا هاش به او متصل نیست، پس این هاش حامل اسیدی نیست. حواسمون باشه که گول این رو نخوریم. خب به ما گفته که در محلول سدم مولار فرمیک اسید جهت تکرار و جهت یادآوری من میام دوباره می‌نویسم ما یک قبل یونش داریم غلظت اولیه، یه بعد یونش داریم غلظت تعادلی. خب این صفر این صفره، اما در لحظه تعادل این میشه منهای هاش مثبت، این میشه هاش سی او منفی و این میشه هاش مثبت که این دوتا با هم دیگه برابر هم هستن. اطلاعاتی که داده میگه اگه در محلول سدم مولار فرمیک اسید، پس مقدار اولیه داریم سدم مولار، بعد غلظت یونیک برمی و برابر 6.1 در 10 به توان منفی 3، 6.1 در 10 به توان منفی 3. اگر اون 6.1 در 10 به توان منفی 3 پس هاش سی او منفی میشه 6.1 در 10 به توان منفی 3، پس غلظت تعادلی اسید میشه 3 دهم منهای 6.1 در 10 به توان منفی 3. مقدار 6.1 در 10 به توان منفی 3 نسبت به 3 دهم عدد کوچکیه، پس ما میتونیم در مواردی از این صرف نظر کنیم، یعنی بیاییم غلظت تعادلی رو با تقریب برابر با غلظت اولیه در نظر بگیریم، با تقریب غلظت تعادلی رو با غلظت اولیه یکی در نظر بگیریم. خب اگه این کار رو بکنیم پس کای اسید مساوی میشه با غلظت هاش سی او منفی در هاش مثبت به روی هاش سی او اچ. حالا کافی این مقادیر جایگزین بشه، پس کای اسید مساوی میشه با 6.1 در 10 به توان منفی 3 ضرب در 6.1 در 10 به توان منفی 3 به روی 3 ده. خب اگر محاسباتمون رو ماشین حساب داشته باشیم دقیق به ما میده، اما اگر با تقریب بریم جلو این به 3 میشه 1 دهم، این تقریبا به 3 میشه 2 یا بگیم 2.5 مثلا، حالا 2.3 این حدود ها 2 میگیری بشه. خب این یه دهم هم بره مالا میشه مثبت، این میشه منفی 2، پس میشه 2 ضرب در 6 و 1 میشه 12 و 2 ضرب در 10 به توان منفی 5. پس ما تونستیم ثابت یونش این اسید رو به دست بیاریم، 12 و 2 در 10 به توان منفی 5. اما این سوال یه قسمت ب هم داره، گفته که معادله یونش فرمیک اسید رو بنویسید که نوشتیم، بعد گفته درصد یونش آن را حساب کنید. ما یه آلفا داریم یه آلفا درصد داریم، اگر آلفا رو در درصد کنیم میشه همین آلفا درصد، اما باید اول آلفا رو پیدا کنیم. خب آلفا درجه یونش برابر بود با غلظت هاش مثبت و غلظت اولیه اسید، این غلظت اولیه است، حواسمون بهش باشه. خب هاش مثبت رو داریم 6.1 در 10 به توان منفی 3 و غلظت اولیه رو هم داریم 3 دهم که با تقریب حساب کنیم این میشه به 3 1 دهم و این میشه 2 که بره بالا میشه 2 در 10 به توان منفی 2.
یاد گرفتیم. اگر آلفا کوچکتر از 500 باشه اسیدمون ضعیفه و میتونیم از هاش مثبت در مقابل اما صرف نظر کنیم که در واقع اونجا الان 200 از 500 چیه؟ کوچکتره و درست هم بودیدی صرف نظر این تقریبی که ما اینجا به کار بردیم یه تقریب کاملا درستی هست. خب بریم درصد یونش رو محاسبه کنیم. آلفا رو پیدا کردیم، گفتیم درصد یونش برابر است با آلفا ضرب در صد، پس 200 ضرب در صد میشه 2%. 2% یعنی که اگر شما 100 تا از این مولکول داشته باشید فقط 2 دونش یونی نمیشه، پس این اسید در واقع یک اسید بسیار ضعیف محسوب میشه. خب اینم از سوال 48 در صفحه 8. سوال دیگه رو بررسی میکنم پایین صفحه، سوال 52 که باز هم مربوط به مبحث اسیدهای در واقع هدف تکرار شدن هست، هدف یادگیری بیشتر هست که به خوبی در ذهن شما قرار بگیره. اگر نوشتن مطالبی که من روی تخته می‌نویسم برای شما بازنویسی سخته، میتونید یه در واقع اسکرین شات یا یک عکس از اون تصویر گوشی دارید، مانیتور جلوتون هر چی هست بگیرید تا راحت‌تر و سریع‌تر بتونید اینها رو یادداشت برداری کنید. خب بریم سراغ سوال دیگه. سال 52 میگه با توجه به محلول 4000 مولار بر لیتر هیدروفلوریک اسید، پس این بار من اسیدی که دارم HF در تعادل است با H مثبت اکیو به علاوه F منفی اکیو، خب میگه که غلظت اولیه هاشف رو به ما داده، میگه که 0.04 و درصد یونششون 2.5%، پس آلفا درصد رو من داده 2.5% که آلفا میشه 2.5% میشه 2.5 به توان منفی 2. خب چی خواسته از ما؟ غلظت ایون هیدرونیوم این محلول چند مول بر لیتر است؟ پس غلظت هیدرونیوم رو اول میخواد. فرمول داشتیم، غلظت هاش مثبت برابر است با ام ها در آلفا در ام، آلفا درجه یونش، این ظرفیت اسید یا تعداد عامل‌های اسیدی که اسید اون یک پروتون است، پس ما به جای این یک میذاریم، پس به راحتی قابل محاسبه هاش مثبت مساوی میشه با ام ها، یعنی 4/10 به توان منفی 3 ضرب بده آلفا را که در آوردیم 2.5/10 به توان منفی 2. خب 4 تا 2.5 میشه 10 ضرب در 10 به توان منفی 5 یا کلا 10 به توان منفی 4، پس غلظت هاش مثبت میشه 10 به توان منفی 4 یا 1/10 مولار. این از هاش مثبت. اما از ما خواسته پی اچ این محلول رو محاسبه کنیم. خب پی اچ بر اساس هاش مثبت چند میشه؟ میگیم pH میشه منفی لوگاریتم غلظت هاش مثبت، منفی لوگاریتم 10 به توان منفی
چهار این یه خیلی راحته بیش میشه؟ بله در میاد چهار. اینم از این که به راحتی محاسبه شد. میتونیستیم از این راه هرین فرمول دیگری هم داشتیم، غلظت هاش مثبت برابر است با ده به توان منفی پی اچ. چون ما این الان داریم ده به توان منفی چهار، پس پی اچمون چنده؟ پی اچمون چهاره، که این کار راحت‌تر و آسان‌تری هست. سوال دیگر رو بررسی میکنم، سوال 51. بالای همین سوال 52، اون هم در مورد پی اچ. پس محاسبات رو همونجوری که توضیح دادم یا تصویرش رو بگیرید، یعنی که در واقع سریع‌تر بنویسید تا من هم بتونم تکرار کنم محاسبات دیگه رو انجام بدم. سوال دیگه میگه که پی اچ یک نمونه آب سی برابر 4.7. خب اگه پی اچ یک نمونه سی 4.7، پس آب سی خاصیت اسیدی داره. خیلی از سوالات خودشون نکاتی رو به ما یاد میده. پس پی اچ رو ما داریم 4.7. گفته غلظت ایون هیدرونیوم نسبت غلظت ایون هیدرونیوم به ایون هیدروکسید رو در این نمونه آب سیب در دوام 25 درجه حساب کنید. همه محاسبات خود را بنویسید. پس ما نسبت غلظت هاش مثبت به اوهاش منفی رو میخواهم، یعنی باید هاش مثبت رو پیدا کنم و اوهاش منفی رو هم پیدا کنم تا بتونم به این نسبته برسم. از پیه شروع میکنیم. گفتیم که غلظت هاش مثبت میشه 10 به توان منفی پیه چه، پس میشه 10 به توان منفی 4.7. که 4.7 میتونیم برسیم 10 به توان 3 دوام در 10 به توان منفی 5. 3 دوام کم کنیم از 5 دوام چه همون 4.7. خب 10 به توان 3 دوام رو داریم، میشه 2. پس من غلظت هاش مثبت رو پیدا کردم، 2 در 10 به توان منفی 5. پس فعلا اینجا اینو داریم، 2 در 10 به توان منفی 5. اما غلظت اوهاش منفی رو هم باید محاسبه کنیم. برای محاسبه غلظت اوهاش منفی رابطه داشتیم، گفتیم که کای دبلیو برابر از اوهاش مثبت در اوهاش منفی. پس غلظت اوهاش منفی میشه کای دبلیو تقسیم بر هاش مثبت. پس مساوی میشه با کای دبلیو 1 در 10 به توان منفی 14. تاکید کرده دما 25 درجه است تا حواسمون باشه که کای دبلیو رو همین مقدار به کار ببریم. هاش مثبت در اومد 2 در 10 به توان منفی 5. 1 تقسیم بر 2 میشه نیم و این میره بالا میشه مثبت 10 به توان منفی 9. پس غلظت اوهاش منفی رو هم داریم. پس اینجا میذاریم نیم در 10 به توان منفی 9. خب تقسیمش کنیم، 2 تقسیم بر 9 میشه 4، 10 به توان منفی 9 میره بالا میشه مثبت میشه 10 به توان 4. در واقع میشه 40,000 مرتبه هاش مثبت نسبت به اوهاش منفی چیه؟ بیشتر. معلوم به خرداد 99 هست، اون هم صبح و معلوم به خارج هم میشه. سال دیگر رو
بررسی میکنن پس فرصتی برای نوشتن و دقت کردن روی مراقبی که انجام شد. پس ما از اونجا شروع کردیم، آش مثبت رو پیدا کردم. بعد از اینکه آش مثبت پیدا شد، آمدم و مرحله دوم آش منفی رو پیدا کردم و نسبت این دوتا رو از من خواسته بود که نسبتشون شد 4 در 10 به توان 4. خب سوال دیگه رو میخوایم بررسی کنیم با توجه به یه سری کلمه به ما داده، جا خالی داریم که باید کلمه مناسب رو توی جا خالی ها بگذاریم و اون عبارت رو به یک عبارت صحیح ما تبدیلش کنیم. پس من اینا رو پاک کنم. کلماتی که اینجا داریم، این کلمات رو من اینجا بنویسم همگه، بعضی از این کلمات اضافه است و در واقع برای این کار ما سخت در بشه اینجا اومده. هیدرونیوم نا همگه باز هیدروکسی و سیاه. پس این کلمات اومده همگه سفید، اسید، هیدرونیوم، ناهمگه، باز، هیدروکسی و سیاه. جاخالی اول رو می‌نویسم مخلوط ایتیلن گلیکول در هگزان یک مخلوط جا خالی محسوب می شود یا می شود. خب مخلوط ایتیلن گلیکول در هگزان یک مخلوط جا خالی محسوب می شود. ایتیلن گلیکول یا چی بود اسم دیگه؟ زندی هم چه فرمولی داشت؟ CH2 OH و OH. هگزان 3 6 8 14. این یه آلکانه، این چی بود؟ آلکانه. آلکان ها جزء کدوم ترکیبات طبقه بندی میشن؟ علاقه قطبیت و نابطی بودن؟ جزء نابطی. و نکته دیگه این که در هگزان جاذبه های بین مولکولی از نوع باند والسی، اما ایتیلن گلیکول قطبی و نکته دیگه جاذبه های بین مولکولی از نوع هیدروژنی. خب با توضیحاتی که راجع به ایتیلن گلیکول دادم و با توضیحاتی که برای هگزان داریم، کلمه مناسبی که اینجا بگذاریم چیه؟ ناهمگه. پس اینجا اگر قرار کلمه قرار بگیره، اون کلمه ناهمگه خواهد بود. این مخلوط یک مخلوط ناهمگه. این توضیحات در امتحان نیاز نیست که بنویسیم، فقط باید کلمه رو انتخاب کنیم، اما من اینجا مجبورم این توضیحات رو برای شما بگم که در واقع مطلب رو بهتر متوجه بشید. اما جاخالی دوم رو هم بررسی کنیم. پس من صورت این مسئله رو پاک کنم، سراشون یه عکس بگیریم، عکس بگیریم که سرعت رو بره بالاتر. البته سوالات رو هم گفتم که بارگذاری کنن که دیگه راحت‌تر بشه.
عبارت دوم میگه که هیدروژن کلورید اکسید گازی یک جای خالی آرنیوس به شما می رود زیرا در آب سبب افزایش غلظت ایون جا خالی می شود. خب اگر هایدروژن گازی رو توی آب حل کنیم گفتیم که در آب به طور کامل یونیده میشه، در واقع به محضی که هایدروژن میره تو آب میشه هایدروژن اکیو، فورا یونیده میشه به هاش مثبت اکیو و سیر منفی اکیو. در واقع هاش مثبت اکیو یعنی چی؟ یعنی هاش مثبتی که آب پوشیده شده. سیر منفی اکیو یعنی چی؟ یعنی سیر منفی که به شدت آب پوشیده شده، یعنی مولکول های آب دورش رو گرفتن. هاش مثبت با مولکول های آبی که دورش رو گرفته یک جاذبه برقرار میکنه. هاش مثبت یه ذره بسیار کوچکه با تراکم بار زیاد، پس یه ذره کوچولو با تراکم بار زیاد. این مولکول های آبی که اینا هر کدومشون یک مولکول آبه، حالا من برای سادگی کار اینجوری نشون داده میشون اونجا بهم کرد، با مولکول های آب وارد پیوند میشه چون بار مثبت زیاده، روی اکسیژن مولکول آب جفت الکترون های آزاد داریم، پس هاش مثبت که الکترونی نداره و اوربیتالش خالی شده میاد یک جاذبه رو بر الکترون‌های آزاد این وارد میکنه و در نهایت تبدیل میشه به هاش او هاش هاش کلش یک بار مثبت، یعنی میشه هاش سی او یک بار مثبت یون هیدرو نیون. پس هیدروژن کلورید HCl یک اسید آرنیوس محسوب میشه. پس اینجا کلمه‌ای که انتخاب میکنید کلمه اسید. زیرا در آب سبب افزایش غلظت ایون هیدرو نیون میشود. پس به راحتی با توجه به مباحثی که بررسی کردیم میتونیم این جاخالی ها رو ما پر کنیم. بریم سراغ سوال دیگری و بررسی اون سوال بعد. سوال دیگری، خب این سوال رو بهش رو فرستادم بعد در صفحه 9 سوالاتی داریم. من رو سعی کردم فقط سوالات مربوط به اسیدها رو بررسی کنم، حالا توی تایم‌های بعدی میتونیم سوالات دیگر رو هم بررسی کنیم. یه جدول داریم، تو این جدول سه تا ستون هست و چهار تا اسید رو اومده با هم مقایسه کرده.
اینجا اسید، اینجا فرمول اسید و اینجا ثابت یونش اسید. خب سولفوریک اسید، نیتریک اسید، نیترو اسید و فرمیک اسید. هاش سی او او هاش، هاش این او دو، هاش این او سه و هاش دو اس او چهار. ثابت یونش بسیار بزرگ و این داده 4.5 در 10 به توان منفی 4 و پایین داده 1.8 در 10 به توان منفی 4. خب این جدول رو ما داده، با توجه به این جدول سوالاتی از ما پرسیده. محلول کدام از این پیچ بیشتری دارد؟ غلظت اسیدها رو یکسان گفته در نظر بگیرید. خب اگه غلظتشون یکسان باشه، هر چه اسید بیشتر یونیده بشه اون اسید بیشتر اسید قوی تر. اما کدوم اسید بیشتر یونیده میشه؟ اسیدی که ثابت یونشش بیشتر باشه. ثابت یونش میزان پیشرفت یک واکنش یا میزان یونیده شدن یک اسید رو به ما نشون میده. پس سولفوریک اسید تو این مجموعه ثابت یونشش از همه بزرگتره، پس پیچ اون از همه کوچکتره. اما داره میپرسه کدوم پیچ بیشتری داره. خب هر کی ضعیف‌تره کمتر یونیده میشه و پیچش بزرگتر خواهد بود، چون وقتی کم یونیده میشه هاش مثبتی کمتری تولید میکنه و در نتیجه پیچ بزرگتر میشه. بین این چهار تا فرمیک اسید، بین این چهار تا فرمیک اسید پی اچ بزرگتری دارد، چون اسید ضعیف‌تری است. و بین این چهار تا سولفوریک اسید پی اچ کوچکتری دارد، چون اسید قوی تری است. اما سوال بعدی، کدام محلول رسارایی ضعیف‌تر جریان الکتریکی دارد، چرا؟ خب اسیدی که ضعیف‌تره خوب یونیده نمیشه، عده یون‌هایی که تولید میکنه کمتره. هرچی عده یون‌ها کمتر باشه تبادلات الکترونی کمتره و جریان الکتریکی کمتر رو دور میکنه. پس تو این مجموعه فرمیک اسید در واقع میتونیم بگیم که محلولش رسانایی ضعیف‌تری داره. پس هرچه اسید ضعیف‌تر باشه کمتر یونیده میشه، عده یون‌ها در محلول کمتره. وقتی عده یون‌ها در محلول کمتر باشه رسانایی هم کمتر خواهد. سوال بعدی میگه اگر مخلوطی ببخشید، اگر محلولی از نیتریک اسید با پی اچ 3، منظورش اینه اگر محلولی از این داشته باشیم با پی اچ 3، غلظت یون نیترات را در این محلول محاسبه کنیم. غلظت یون نیترات، ببینید هاش اروسه همونجوری که نوشته شده ثابت یونشش بزرگه. آلفا برای این یکه، این هم برای این یکه، چون یه دونه هاش بیشتر نداره. پس هاشروسه به طور کامل یونیده میشه، به ما میده هاش مثبت اروسه منفی. ضرایب استوکیومتری بین هاش مثبت و اروسه منفی برابره. پس هر چقدر هاش مثبت تولید بشه همونقدر اروسه منفی خواهیم داشت.
چون pH داده 3 پس میتونم بگم قلزت هاش مثبت میشه 10 به توان منفی 3. اگه هاش مثبت 10 به توان منفی 3 پس قلزت انرژی منفی میشه 10 به توان منفی 3. منطق بسیار راحت بین اینها وجود داره. اما یک کمی دیگه راجع به این سوال توضیح بدیم. H2SO4 یک اسید قویه و همونجور که می‌بینید ثابت یونشش بسیار بزرگه. در ساختار H2SO4 همونجوری که مشاهده میشه دو تا هیدروژن داریم، پس یک اسید دو پروتون است. با توجه به رابطه H مثبت که میشه Ma در آلفا در A، اینجا آلفا یکه برای سولفوریک اسید، اما N چنده؟ N دویه. با یه تقریب بسیار خوب ما برای سولفوریک اسید میتونیم بگیم غلظت H مثبت برابر با Ma ضرب در دو. یعنی هر چقدر تو اسید داری دو برابرش با تقریب تو چی خواهی داشت؟ H مثبت خواهیم داشت. خب سوال دیگری رو بررسی میکنیم. سوال 60 صفحه 9. پس این جدول رو من پاک کنم تا اطلاعات سوال جدید رو اینجا وارد کنم. میگه که محلول 1/10 مول بر لیتر باز BOH، پس یه باز فرضی داریم، غلظت این باز رو به ما گفته 1/10 مول بر لیتر MB، غلظت مولی باز با درصد یونش 0.2%، پس آلفا درصد شد 0.2% داریم که همینجا یه دفعه آلفا رو پیدا کنیم، میشه 0.2 تقسیم بر 100 میشه 2/10 به توان منفی 3. پس آلفاش پیدا کردیم. گفته که در اختیار داریم هاش مثبت و هاش منفی این محلول رو محاسبه کنیم. پس ما اول بریم چون بازه و هاش منفیش رو حساب کنیم. همونجور که برای اسیدها رابطه داریم برای هاش مثبت برای باز هم داریم، میشه MB در آلفا در N. خب MB رو داریم 1/10، آلفاشو به دست آوردیم 2/10 به توان منفی 3، N هم 1 چون یه OH بیشتر در فرمولش وجود نداره، پس میشه 2/10 به توان منفی 4. این از OH منفی. اما برای به دست آوردن OH مثبت دوباره باید بریم سراغ ثابت یونش آب. گفتیم کای دبلیو برابر است با غلظت OH مثبت در OH منفی. ما OH منفی رو داریم پس OH مثبت رو میخواییم، پس میشه کای دبلیو تقسیم بر OH منفی مساوی است با 1/10 به توان منفی 14 به روی 2/10 به توان منفی 4 که میشه نیم 1/10 به توان منفی 10. میگم این علامه که صدا میاد. خب یه توضیح راجع به این سوال بدم. ما رو غلظت OH منفی رو داریم 2/10 به توان منفی 4. با این OH منفی که دارم میتونم pOHش رو حساب کنم که میشه منفی لوگاریتم OH منفی، پس میشه
میشه منفی لوگاریتم 2 در 10 به توان منفی 4. منفی میمونه بیرون، لوگاریتم 2 به علاوه لوگاریتم 10 به توان منفی 4. لوگاریتم 2 3 دهم، اونم که منفی 4 پس میشه 3 و 6 دهم. درسته؟ 3 و 7 بله. پی او ایچش میشه 3 و 7، اما پی ایچش میشه 14 منهای پی او ایچ، میشه 14 منهای 3 و 7 که 3 و 4 = 11 میشه 10 و 3. باید پی ایچ بالای 7 باشه چون این یک بازه، پس پی ایچ شده چی؟ 10 و 3. خب خسته نباشید، برای امروز در واقع میتونیم بگیم یک مرور بسیار جامعی از مباحث اسید و باز داشت. خدا حافظتون.